سلام به تمامی فارسی زبان ها در سراسر دنیا. سارا هستم از پرژین اوارد. مهمون امروز ما آقای مهزاد مغازه‌ای. خوش اومدید آقای مغازه‌ای. با درود، سلامت باشید. آقای مغازه‌ای، میشه خودتون رو معرفی کنید؟ چند سالتونه؟ از کجا هستید اصالتاً؟ در حال حاضر کجا زندگی میکنید و میزان تحصیلاتتون و شغلتون؟ مرزاد مغازه‌ای هستم، همونطور که فرمودین. من 41 سالمه، از 10 سالگی در رومانی زندگی میکنم. حدود 30 سالی که رومانی هستم و حدود 9-10 سالی که تو کار آشپزی به قول معروف حرفه‌ای هستم، چون از بچگی آشپزی دوست داشتم. از نوجوانی دنبال آشپزی رفتم، منتها دیگه حالا 9-10 سال پیش با شرکت کردنم در مسابقه مسترشف رومانی سیزن 1شون دیگه وارد این زمین این سمت شدیم دیگه. از اون موقع هم دیگه همینطوری داریم. اصالتاً ایرانی هستین؟ بله ایرانی هستم، پدر مادرم آذری‌ان، ترک هستیم ما اصالتاً. خودم از پدر و مادر ایرانی هستم و الانم که رومانی هستیم. خب اینجا هم خانواده خودم رو دارم، خانمم رومنه، یه دخترم دارم 13 سالشه و مشغولیم. قبل از آشپزی چه حرفه‌ای داشتید؟ قبل از آشپزی من پدر مادرم تاجر بودم، به خاطر همین تو کار تجارت بودیم و من سالهای سال تو کار فروش بودم و این اصلا تو آشپزی قسمت این آشپزی حرفه‌ای رفتن من یه اتفاقی شد و همینطوری گفت با خودم گفتم بذارش توی دنیا از این مسابقه شرکت کنم ببینم چند مرده علاجم چقدر. مثلا حتی قبل اینکه توی این مسابقه هم برم یک کلاس آشپزی هم برای خودم رفته بودم، اما اون زمان هیچ وقت فکر نمی کردم و دوست نداشتم که مثلا آشپز بشم. زمانی که من رفتم تو کار آشپزی تا چند سال قبلش چند تا مغازه داشتم و مغازه دکور و اسباب بازی و اینا و یه دفعه‌ای شد دیگه. رفتم تو این مسابقه شرکت کردم، نمیدونستم ماستر شف چی هستن، همینطوری نوشتم تو اینترنت برای شرکت در این مسابقه و دیدم. حتما اون زمان آشپزیتون خوب بوده دیگه. اون موقع هم که آشپزی خوب بوده که آره دیگه، ما هر موقع مثلا می‌خواستیم بریم جنگلی، کوهی، دریایی، مسافرتی، همیشه آشپزی اینا میافتاد گردن من دیگه. گفتم مرزاد خودش این کارا رو میکنه دیگه، کباب و مباب، حالا غذای ایرانی و غذای خارجی هر چی که بوده. خب در لول به قول معروف آماتور دیگه. خونه چی دیگه این ایده به ذهنتون افتاد که برید آشپزی رو ادامه بدید و آشپزی بشه حرفه شما؟ میگم با شرکت در این مسابقه ماسترشف دیگه اونجا بود که توی مسابقه که بودم من رسیدم به قسمت سمی فاینال، یعنی بعد من فقط 6 نفر موندن، اونم حالا دلیلش بماند چون ایرانی بودم یکم سخت بود. مثلا مرحله‌ای که منو انداختم بیرون از مسابقه مرحله‌ای بود که بعد خانواده همه رو می آوردن. من اون زمان خواهر و برادر و مامانم ایران بودن، به خاطر این بعد اونا رو می آوردن، یکم گرون براشون در می اومد، خرجش زیاد بود. گفتم این ایرانی ها رو میندازیم بیرون الان، بعدش این بچه های این دور رو برمی آریم. خلاص اینطوری شد که ما رسیدیم به سمی فاینال و توی این مدت یه ماهی که توی مسابقه یه ماه خورده که تو مسابقه بودیم و مراحل مختلف رد می کردیم دیگه، اونجا تصمیم گرفتم که دیگه بر نگردم سر کار خودم. گفتم من میخوام آشپز بشم و این کارو دوست دارم، واقعا میخوام یه کاری رو انجام بدم که دوست دارم و الانم با عشق همه کارمو انجام میدم و خیلی همه چیو با علاقه، چون خودم فکر میکنم که هر چی کارتو بیشتر دوست داشته باشی توش میتونی بیشتر موفق باشی. بله واقعا همینه. الگوی شما در آشپزی چه کسیه؟ والا الگوی مثلا یه شخص به خصوص نیست، شاید یه زمانی الگوهایی داشتم برای خودم، اما به مرور زمان متوجه شدم که همه این الگوهای من اکثرشون، حالا نه همشون اما اکثرشون، یه تیتر به قول معروف شف تلویزیونی دارن و بیشتر دکوری هن و همچین. فقط سعی کردم ازشون چیزهای مختلف یاد بگیرم، اما اینجا چند تا سرآشپز داشتیم تو رومانی که به من کلی کمک کردن. من حالا بعد اینکه وارد کار آشپزی شدم چند شاید تا 2 سال همینطوری برای این و اون کار کردم، حتی به طور رایگان رفتم کار کردم پیش آشپزای خیلی خوب. بهشون درخواست دادم گفتم من میخوام بیام پیش شما یه مدت کار کنم بدون اینکه بهم حقوق بدین. حالا بعضیشون قبول کردم بعضیشون نه، دیگه رفتم تو این کار آشپزی. بعدم به مرور زمان
رفتم کلاس آشپزی که رفته بودم، یعنی دیپلم آشپزی داشتم، رفتم دیپلم سرآشپزی هم گرفتم، دیپلم مدیریت هتل هم فود اند بیورج منیجمنت هم گرفتم، دانشگاه هم ادامه دادم و یعنی دانشگاه منیجمنت رو شروع کردم. بله. که یه روزی که خواستم به قول معروف رستوران خودم رو بزنم، بدونم که چی کار باید بکنم و چجوری باشه. و همینطور خیلی کلاس های دیگه رفتم و خیلی مدارک دیگه هم دارم، حتی مثلا باریستا، من دیپلم باریستا دارم، دیپلم پستری شف دارم، یعنی خیلی دیپلم خیلی زیاد دارم. تو خب حالا اینا دیگه خیلی نیست، مهم اونه که چیزی که یاد گرفتی، چون خیلی جا هست که میتونی بری در دیپلم بگیری اما خب وقتی کار نکنی یا کسی نشه بشی ازش یاد بگیری یا تجربه نشته باشی، دیپلم هیچ ارزشی نداره. آقای مغازه، زمانی که شما آشپزی شروع کردید به آشپزی و تصمیم گرفتید که این کار رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدید، آیا خانواده مخالفتی نداشتن یا دوستان اطرافیانتون بگن که این شغل آشپزی برای خانم هاست، چرا شغلتون رو عوض میکنید؟ نه متاسفانه، یعنی یا خوشبختانه برای من کسی قول معروف ناموافقتی نداشت. اتفاقا همه میدونستن که من آشپزی دوست دارم و اینا. و آخه استارت کار منم یه جور شد، چون با شرکت کردن در مسابقه مسترشف بود، همه هم تشویقم کردم، گفتم چقدر هم خوب رفتی اونجا، پرچم ایران رو بردی بالا. چون اکثر غذایی که من اونجا درست میکردم حالا یه تم ایرانی داشتن اصولا، یه جوری که مثلا براتون بگم اونجا من معروف شده بودم، میگفتن این هر چی درست میکنه یا توش زعفرون داره یا توش پسته داره یا توش انار داره یا توش گلاب داره، اینطوری. یعنی 3-4-5 تا چیز بود که من خیلی استفاده میکردم. و اینطور پخت و وز برنج ایرانی، خب این توی اروپا کلا برنج رو اینطوری دمی مثل ما درست نمیکنن. من انواع اقسام برنجا رو تو مستر شف درست کردم، انواع اقسام مثلا غذای ایرانی رو اونجا درست کردم، به قول معروف دیگه همه تشویقم کردن و رفتم تو این کار دیگه. حتما موفق هم بودید. میشه یه خاطره ای از این مسابقاتی که شرکت کردید تعریف کنید؟ حالا چه تلویزیونی چه غیر تلویزیونی؟ من بغیر از الان این مسابقه مسترشف خودم هم یه دوتا برنامه تلویزیونی داشتم توی رومانی، دوتا تلویزیون مختلف. یکی از برنامه ها که یه 12 قسمت آشپزی بود با آدم های معروف تو رومانی، من و یکی از دوستام که با هم دیگه مسابقه مسترشف شرکت کرده بودیم، با هم دیگه برنامه تلویزیونی درست کردیم با کمک یکی از تلویزیون‌ها. پیشنهاد دادیم، گفتیم این مثلا پروژه‌ای که ما می‌خوایم اجرا کنیم، درست کردیم و برنامه خیلی جالبی هم بود، اسمش سنزا تیم بوکاتریه. بعد حالا توی یکی از تلویزیون‌های خیلی معروف نبود اما به ما کمک کرد که بهتر دیده بشیم و پیشرفت کنیم. و توی یکی از تو کانال یک رومانی هم، کانال یک ملی رومانی هم یه برنامه داشتیم که همیشه ما اونجا توی یکی از فصلهاش هر روز اونجا بودیم و هر قسمت اونجا بودیم و غذای مختلف درست میکنیم. خاطرات که زیاد از ما همون تو مسترشف که بودیم، به قول معروف ما وقتی رفتیم تو مرحله که 20 نفر آخر موندیم از حالا 2-3 هزار نفر که شرکت کرده بودن، 20 نفر آخری که دیگه توی کمپینگ بودیم، رفتیم تو کمپ، اونجا دیگه یه جور شد نمیذاش از خونمونه بریم دیگه، ما فرار میکردیم میرفتیم بیرون، میرفتیم دیسکو، میرفتیم خونه بچه‌ها، خانواده رو میدیدیم، دوباره سمونه بر میگشتیم اومدیم اونجا. یکی از خاطراتمون که مثلا میخوام بگم اینه، در حالای سرمانا از کمپ آشپزی، فرار از کمپ اونجا، همه از ارتش از سربازی رو فرار میکنم. آشپزی ایرانی انجام میدادید اونجا تو مسابقات یا نه غذاهای رومانی درست میکردید؟ اونجا تمای مختلف داشتیم دیگه، وقتی که مثلا به اون میگفتن خودتون هرچی میخواین درست کنین، مثلا به اون یه میوه‌های مختلف یا سبزیجات مختلف یا یه گوشت به خصوص میدادن، دیگه میتونستیم هرچی درست کنیم. منتها خب من تا جایی که میتونستم سعی کردم که بقول من پرچم ایران ببرم بالا، بیشتر غذای ایرانی درست کردم. اما خب یعنی کارهایی که انجام دادم بین المللی هم بوده، ایرانی هم بوده، اما خب میگم همیشه سعی کردم پرچم ایران بالا باشه. الان تو رستوران خودم که یه سال و نیمه تو همین پاندمی، تو این داستان کرونا هم افتتاحش کردیم، ما 5 قسمت مختلف دنیا رو غذاهاشو داریم، یعنی غذای مدیترانه‌ای داریم، غذای ایرانی داریم، غذای آمریکایی داریم، برگر و استیک و این چیزا، و غذای ایتالیایی داریم، پیتزا و پاستا، اما خب هرچی که ما داریم و غذای رومانی. شیرینی هم داریم؟
شیرینی هم داریم، همه چیزمون هم خودمون درست میکنیم، یعنی از همه سوسامون از صفر تا صدش خودمون درست میکنیم، شیرینیامونو خودمون، یعنی چیز از آماده اینا یا نیمه آماده و اینا نداریم، همه چیمونو دقیقا خودمون درست میکنیم. به خاطر همینم تو این مدتی که یه سال و نیمی که باز کردیم، گرچه تو پاندمی بوده، اما پیشرفت خیلی خوبی داشتیم و جزو بهترین رستورانای شهر خودمون هستیم، حتی از بخارست هم که پایتخت رومانیه میان برامون برای مثلا رستوران ما. آقای مغازه‌ای، تو اولین مسابقاتی که شرکت کردین چه غذایی درست کردین؟ اولین مسابقه برای اینکه مثلا انتخاب بشی اونجا باید یه غذای درست میکردی و اگه سه تا بله میگرفتی میرفتی مثلا میرفتی جزء کسایی که میرن تو مرحله های مثلا شروع این مسابقه. من یه ادویه پلو با تحچین پلو قاطی، اینطوری ادویه پلو با تحچین پلو درست کردم، چون یه ساعت وقت داشتیم، با یه ماس موسیر درست کردم، ماس موسیر با گل محمدی، و یه چیز خیلی جالبی شد و سه تا هم اوکی گرفتم و رفتم مستقیم مرحله شروع این مسابقات، اینطوری که بگم، و خیلی هم ازم تعریف کردن، حالا از خودم تعریف نباشه، اما واقعا یعنی خوششون اومد این سه تا شفی که جوری مسابقه بودن و خیلی به به چهچه گفتن، خوششون اومد اینا، و گفتم منتظریم که حالا غذای دیگه ایرانی هم برامون درست کنید دیگه. اینم یه دلیلی شد که دیگه من بیشتر غذای ایرانی درست کنم که اینا خوششون میاد دیگه. حتما خودتون هم واقعا لایق این تعریف ها بودید. آقای مغازه، از کدوم غذای ایرانی بیشتر خوششون میاد و خیلی از کسایی که میان تو رستوران شما اون رو سفارش میدن؟ غذای ایرانی والا اینا ذائقه ها فرق داره دیگه، بعضیا مثلا غذای خورشتی دوست دارن، البته ما خیلی غذای ایرانی بگم اونطوری نداریم که مثلا مثل رستورانه، چند تا آیتم داریم، مثلا کشک بادنجونمون مثلا یکی از استارترامونه که خیلی طرفدار داره، اما خب شاید بگم مثلا 4-5 نفرم تا حالا اومدن از بین مثلا 500 نفری که تا حالا نمیدونم، حالا یه شماره همینطوری دارم یه تعدادی میگم، 4-5 نفرم خوششون نیومده، چون اینا خود این رومن هم یه مثلا یه پیشغذایی دارن بهش، همین یه سالاد مثل همین استارتر ما، پیشغذای ماست، مثلا اونو با بادمجون کبابی درست میکنن و کلا با کشک بادمجون ما فرق میکنه، منتها چون خیلی نمیدونم چجوری بگم، تجربه ندارن یا آمادگی ندارن یا دانششو ندارن، فقط با همدیگه مقایسه میکنن این دوتا غذا رو، بعد میگن نه من اونو بیشتر دوست دارم. خب یه چیزی که خیلی مهمه اینه که وقتی که یه چیزی برای اولین بار میخوری، امکان داره که نمیتونی بگی من اینو خوشم نمیاد، چون اولین بار که میخوری شاید مثلا با اون مزه آشنا نباشی. همینطوری که نوزاد وقتی که بعد 6 ماهگی بعد 6 ماه شیر خوردن غذاشو دیورسیفیکیشن میکنی و بهش غذای مثلا پوره سیب زمینی میدی، نمیدونم پوره سیب میدی، پوره موز میدی، اینا بعد 6 ماه امکان داره همون غذا رو مثلا نخواد بخوره، دوست نداشته باشه، توف کنه بیرون بچه نوزاد. منتها دکترا و به قول من متخصصا میگن که حداقل باید 22 بار این غذا رو به این بچه بدی، حالا نه در عرض مثلا یه هفته 22 بار به بچه بخورونی، اما در عرض 5-6 ماه 22 بار این غذا رو به بچه بدی، اگه حالا هیچکی که نمیده 22 بار، اما خب این تزش اینه. به خاطر همین برای بزرگسالا حداقل باید یه چیزی رو 5 بار بخوری تا مثلا اون موقع بتونی بگی آره من این غذا رو دوست ندارم و سلام. چون من خودم مثلا اون موقعی که ما رفتیم تو کار آشپزی، خیلی اینجا تو رومانی جدیدن مثلا ترافل، این قارچه‌های وحشی زیرزمینی زیر خاک درست میشن، از اینا مثلا خیلی مود بود. یکی هم فواگرا هم جیگر قاز اردکه، بعد خیلی مثلا مود بود اینجا، تازه مود شده بود و فلان، از فرانسه اینا اومده بود. والا من الان خیلی من دوست دارم، اونتا اون موقعی که مثلا اولین بار که خیلی تعریفشو میکردم ما خوردیم، یه بار خوردیم خوشمون اومد، دفعه دوم باز خوشمون اومد، هی همین گفتم حالا رو همین حسابی که من این تز 5 بار حداقل برای چیز دارم بخورم، الان من ترافل دارم تو یخچالم، یعنی بعضی موقع املت هم با ترافل درست میکنم یا روغن ترافل توی غذاام استفاده میکنم چون خیلی دوست دارم، اونتا اون موقع آشنا نبودم و این خودش یه مثال بود برای خود من و همیشه اینم تعریف میکنم، یعنی واقعا کسی که یه چیزی رو میخوره برای اولین بار، همین مشکل رو من با خانواده خودم دارم، وقتی یه غذای مثلا خارجی جدیدی مثلا بهشون میگم که تا حالا نخوردن، میگن نه اصلا من با این حال نکردم خوشم نمیاد، حالا بیا براشون تعریف کنم، حداقل یه دو سه بار دیگه بخور مزهشو
آشنا بشه با بدنت با دهنت که بتونی نظر بدی بگی این خوبه یا بده. منم همینجوری هم آقای مغازه ای وقتی میرم رستوران سعی میکنم یه غذایی رو بخورم که قبلا تست کردم و خوشمزه بوده. همیشه از تست غذای جدید میترسم، میگم شاید بوی ماهی بده، این شاید بوی گوشتش هنوز باشه، خیلی حساسم. منم دقیقا همینجورم، نمیتونم یه غذایی رو دوبار تست کنم. این مشکل بوی ماهی و بوی غذا بوی مرغ رو باور کنید ما تو رومانی اصلا نداریم. یعنی نمیدونم گوشت مرغ ایران چرا بو میدن و چرا اینا. حالا بعضی هم خیلی حساسن. ماهی ماهی دیگه، ماهی تو آب زندگی میکنه، باید مزه آب بده، آب حالا شور یا شیری. اما خب یه چیز دیگه هم هست دیگه. خب این چیزا کسایی مثل شما دلیل پیشرفت نکردن این صنف میشن دیگه. حالا نه البته اینم نگفته نمونه، توی پرانتز بگم خیلی از کسا هستن که میرن مثلا یه جای غذای نوعی میخورن و واقعا غذای خوب نیست. یعنی باید جایی هم که این غذای نوع رو میخواین اولین بار مصرف کنید و مثلا مزهش رو بچشین و باید یه جای خوب باشه، یعنی باید یه آشپزی درست حسابی باشه، یه سرویس خوب باشه. نه تو هر جا نمیشه این تستا رو کرد، یعنی یه آشپزی باشه که حداقل بلد باشه اون چیزی که بهتون میده خوب درست اونطوری که باید باشه. حالا دیگه اگه خوشتون نیومد خوشتون نیومده. اما باور کنید ما مشتریای من اینجا این مشکل تو رومانی هم هست. رومانی جزو کشورهایی که مردمش برای چیزای جدید همچین زیاد دل ندارن اینطوری. همیشه تصمیم میگیرن که چیزی که میشناسن ازش استفاده کنن. منتها خب میگم بستگی داره به رستوران و اینکه ما خودم اینجا اکثر غذامون غذاهایی که واقعا توی رستوران این دور و بر تو شهر ما نیست. همه چیزمون خاصه. حالا از تعریف نباشه از خودمون و مشتریامون به خاطر این میان. یعنی مشتریام میان خیلی وقتا، ما منیومون چون یه منوی کوچیکی بود، تازه منیومونو عوض کردیم، یه منوی بود که مثلا 30 تا آیتم غذا داشتیم، نه مثل این رستورانی که یه کتابچه دارن اینطوری این رمان استویسکیه. آره. بعد مثلا 200 تا آیتم دارن، همون کتاب منو رو که وا میکنی همینطوری میخونی خسته میشی اصلا. آره ما آیتمای غذایمون 30 40 تا آیتم داشتیم با شیرینی و فلان اینا که مثلا بتونیم عوضشون کنیم. بعد مشتریمون میومدن، بعد این مدام مشتری خیلی خوبه ما، میگفتن آقا من همه منو شما رو خوردم، ولی یه چیز دیگه بده بخوریم، هر چی داری بده، یه چیز درست که ما بخوریم. همین یه چیز درست میکردیم براشون میخوردن، خوششون میومد، چیزی که تا حالا نخورده بودن. یعنی انواع، مثلا ما تو رستورانمون گوشت تمسا داریم، گوشت کانگورو داریم، خوشمزه چی میگن، گونه گاو داریم، یه غذای خیلی مثلا خاصی داریم اینجا. حالا کنفیت گوشت کانگورو خوشمزه است. گوشت کانگورو مثل گوشت قرمز میشه، گوشت گاوه، یا یعنی اینکه اگه نمیدونم گوشت شکار خورده باشین، اگه گوشت مثلا گوزنی، یه چیزی گوشت کانگورو مثل اونه. یعنی یه گوشت بین گوشت شکار و گوشت گاو. گوشت تمساح چی؟ من تا حالا اصلا نشنیدم اینو کسی بخوره. گوشت تمساح هم یه گوشتیه به قول معروف یه بافتی داره بین ماهی و مرغ، یعنی مثلا یه ماهی با یه بافت سفتر مثل مرغ، همچین چیزی گوشت سفیده. اونو به صورت کبابی درست میکنی؟ گریلش میکنیم. آره ما مرینیتشون میکنیم حالا با ادویه و اینا، و سفارش که میاد گریلش میکنیم و با مارچوبه و سس شراب و میوه های جنگلی سروش میکنیم. من اگه یه روزی یه بشقاب غذا بزنم و بگن این گوشت تمساح، از ترس قیافه تمساح فکر نکنم دستم رو بزنم به اون غذا. آره خب خیلی هستن که نمیخورن، اما خب کسایی هستن هم میان میگه آه ما همه چی خوردیم، اینم میخوایم تست کنیم دیگه. الان یه زمونه شده، من خودم هرچی نمیخورم، منتها یه زمونه شده که الان به قول معروف بعضی از این بعضی جیرجیرک و این انواع اقسام کرما از خوش میکنم، مثل اسنک میخورنشون. شما خودتون چون... اوائل خب بالاخره تو ایران نداشتیم گوشت تمساح که کسی بخوره یا کانگورو، بعد وقتی با این غذا روبرو میشدید بعدتون نمیومد یا میگفتید نه حالا تستش میکنم شاید خوب باشه؟ بستگی داره. مثلا من حتی پای قورباغه، از این قورباغه‌ای که به قول معروف توی خود به قول معروف نمیدونم تو پرورشگاه میگن فکر کنم قورباغه‌ای مخصوصه، نه قورباغه‌ای که مثلا تو باتلام مرتقا هست، این قورباغه‌ای مخصوصه که رونش رو استفاده میکنن دیگه. رونش خیلی هم چیز به قول معروف خیلی لاکچری، حتی از اون مثلا تست کردم اما همچین خوشم نمیاد. مثلا مرغه، یعنی دقیقاً مثل بال مرغه.
و مثلا اما مار تا حالا تست نکردم، یا یعنی اینکه این چیزای خیلی چندشاور رو تست نکردم. حالا تمساح و کروکودیل و نمیدونم این کانگورو اینا هست، حتی چیزم هست فکر کنم گورخر میگن، زبرا، این خرای راه رفت تو آفریقا، از اونا هم گوشتشو برای من آوردم، منتها خب حالا اونو هنوز تستش نکردم. اما خب اکثر وقتا این گوشتایی که برام میارن یا من مثلا جای پیش شفای دیگه همکارای دیگه هم خوردم تست کردن خوش اومده، یا این سوپلایرایی که ما داریم باشون کار میکنیم، مثلا میام یا آقا مثلا ما تو لیست جنسامون الان مثلا آیتم های جدید داریم، مثلا این فلان گوشت داریم، فلان گوشت داریم، نمونه میارم، ما تست میکنیم دیگه، هم کبابی درستش میکنیم، هم سرخش میکنیم، هم خوراک درست میکنیم، هم پیتزا باش درست میکنیم، چه جوریه، اگه اوکی بود مزهش خوب بود. خیلی چیز از مثلا این گوشت تمسا همچین مزه اون به خصوصی نداره، ما خودمون مرینیتش میکنیم، مزه میدیم بهش و بافتش خیلی جالبه. گرون هم هست؟ گرون، آره گرون ترین آیتمی که داریم ما همینه، تقریبا کیلویی ما مثلا آیتمی که ما داریم اینجا میفروشیم توی رستوران حدود 55 یوروه پرسش. البته خب به قیمت، برای قیمت رومانی شاید یه قیمت زیادی باشه، اما خب شاید تو اروپا، تو فرانسه و انگلیس اینا همچین آیتم خیلی گرونی نباشه این قیمت. بله 50 یورو. پول رومانی چیه؟ یعنی فرقش با یورو چقدره؟ پول رومانی لیه و یه دلار، یه یورو 5 لیه، اینجا دقیقا 4.95 5 لیه. خودتون چه غذایی رو خیلی دوست دارید؟ اون غذا رو، غذای ایرانی، غذای ایرانی من فسنجون خیلی دوست دارم، یعنی جزه، یعنی از من بپرسن غذایی که دوست داری، خب مثل هر ایرانی میگم کباب کوبیده و فسنجون خیلی دوست دارم، جزه غذای مورد علاقه هم. لوبیا پلو خیلی دوست دارم. جا شیرین ملن. یا ملس؟ ملس. غذای رومانیایی چه غذایی رو خیلی دوست دارید و پیشنهاد میدید دیگران امتحانش کنن؟ رومانی یه سری غذاهایی داره که خب بیشترشون به قول معروف با گوشت خوک درست میشه، مثلا دنده خوک دارن اینا، خیلی معروفه که مثلا زیاد میپزنش اینا، یا اینکه مثلا مثل ماهیچه خودمون، قسمت ماهیچه خوکه که اینا رو مثلا اسلوکو 800-900 درست میکنن تو فر. غذای رومانی، اکثر غذای رومانی خیلی نزدیکه به خوراکای خودمون، خورشت و خوراکای اینا، یعنی گوشت و سبزیجات و با سس قلا گوجه است یا با سس مثلا سفید، غذای اینطوری دارن. اما خب کسایی که رومانی ها، یکی از غذا اصلی رومانی مثلا کنار غذاهای اصلیشون، مثل اینکه ما برنج میخوریم ایران کلا و قسمت آسیا و قسمت حالا کشورهای دور ایران و اینا، اکثرا ما کنار غذاهای اصلیمون برنج دیگه، مال اینا پولنتا، پولنتای ایتالیایی خودشون میگن مامالیگا، یعنی از با آرد نم و آرد پود شده، آرد یکم درشت ذرت درست میکنن، یعنی آبو میذارن میپزه، ذرت و نمک توش میریزن، پودر ذرت، حالا ذرتی که میگم آرد نشده باشه، خیلی خیلی آرد باشه، میریزن میپزونن و میخورن. یعنی سیب زمینی و این مامالیگا جزء مثلا کنار غذای اصلیشونه و یکی از غذاهای معروف اینجا که هر کی بیاد از خارج میبرن مثلا تو این رستوران بخورن، دلمه شونه که دلمه برگ کلمه، دلمه برگ کلمه با گوشت خوک و برنج و حالا ادویجات. آیا قورباغه نباشه حالا؟ نه از این چیزا اینا ندارن، خودشون هم زیاد نمیخورن. نه شما در کدام شهر رومانیایی هستید؟ من پلویشت، رستورانمون تو پولشته، کنار پلویشت. پلویشت یکی از شهرهای مثلا صنعتی رومانیه و مثل تهران کرج این تقریبا، یعنی 60 کیلومتری بخارسته که پایتخت رومانیه. ما هم رستورانمون دقیقا وسط جنگله، یه جایی وسط جنگل، ما یه هکتار و نیم جنگل داریم که 4000 مترش رو به قول معروف دیوار کشیدیم، نرده کشیدیم و یه مجتمعی داریم همین اینجا حدود 200 متر سالونمونه. منتها خب ما کارمون بیشتر تابستون خیلی بهتره، الان هم که کرونا به قول معروف نمیذاره کارمون، هم هوا هم سرد شده کم، اینجا الان خیلی سرد شده، من تابستون تو بیشتر حالا ایونت هامون، عروسی هامون یا همین جشنایی که میگیرن، تولد نامه‌ها، همش اکثرش بیرون میگیریم، یعنی گاردن پارتی بیشتر داریم. آقای مغازه‌ای، تا حالا شده که دوستان شما رو دعوت کنن و یک غذایی درست کنن که شما اصلا دوست نداشته باشید و مجبور شید اون غذا رو بخورید؟
نه من هیچ وقت مجبور نیستم هیچ غذایی بخورم. نمیخورید؟ از چه فرقی بدتون میاد؟ من جز کسایی هستم که به قول معروف این رومانا یه حرفی دارن میگن گوسفند سیاه گله، یعنی یه گوسفندی همیشه ضد گوسفندهای دیگه است. این مثال اینا سالا، نه اینکه من گوسفند باشم به شوخی، اما کلا مثلا به کسی میگن که رو حرفو جلوی کسی میزنه، یعنی تو روش حرفشو میزنه. منم اینجور آدمی هستم و کسی قضیه درست کنه. آخه اصولا وقتی من یه جایی میرم همه استرس دارن که آقا اون شف مرزاد اومده الان ما میخوایم غذا درست کنیم مثل غذای شما نیست اینا. منتها من خودم خیلی غذای خونگی رو دوست دارم، غذایی که خوشمزه باشه، درست شده باشه، مثلا خیلی که بیش از حد روغنی نباشه اینا. مشکلی ندارم با غذای مرده تو، من خیلی دوست دارم مهمونی میرم غذای دستپخت کسی دیگر بخورم. منتها همه با ترس و لرز مثلا دعوت میکنن پیش من، منو پیش خودشون. و اما اگه مشکل اصولا هم میپرسن نظرت درباره این غذا چیه، منم میگم من نظرمو بگم، نظرم جدی و راستمو میگم و واقعا خیلی آدمی هستم که فکر میکنم اگه کسی اشتباه میکنه باید بهش بگی، مخصوصا که اگه دوست داشتش. شاید کسی که مثلا آشنا باش نباشه ارزشی نداشته باشه وقت بذاری و براش توضیح بدی و چرا و به چه دلیل و اینا. منتها خب بعضی هستن که به قول معروف قبول میکنن و از این اشتباهشون یا اصلا اگه کاری مثلا غیر درستی کردن، یه اشتباه کوچیکی بزرگی داشتن و قبول میکنن و به خاطر پیشرفت خودشون اونو برای بهتر کردنشون قبول میکنن. بعضی هستن که بهشون بر میخوره دیگه، این مشکل خودشونه. پرسیدم ما جواب بدید. غذای بدتون میاد؟ والا همچی غذایی نیست که بگم بدم میاد، اما از غذاهایی که خیلی چرب و چیلین، چون این رومانا هم مثل خود غذاهای ایرانی ما که ماشاءالله مثلا میشینیم سر سفره ساعت 12 نصف شب 11 نصف شب شام میخوریم و خورشتی که روغن انداخته میگیم خوبه و فلان این حرفا، اونو میخوریم و کنارش مثلا یه دو تا چیز دیگه هم چرب و چیلی شیرینی هم میزنیم با چای بعدش بمانن علینا. اما غذای چرب و چیلی خیلی دوست ندارم و غذایی که خیلی مثلا خیلی سرخ کرده، نه که بگم حالا مثلا غذای مثلا سرخ کردنی نمیخورم یا شنیتسل یا چیزی اصلا نمیخورم، اما خب سعی میکنم که حالا یکم تا حدودی که میتونم غذای سالم بخورم. اما خب میگم غذایی نیست که خوشم نیاد. تنها چیزی که میتونم بگم اصلا دوست ندارم غذا نیست، یک اسانس رومه، یه اسانسی مثلا اسانس وانیل و حالا گلابی که ما استفاده می‌کنیم رومانیایی دارن، اسانس رومه، مثل مشروب روم. یه البته مشروب روم نیست مزهش، اینا هم یه اسانسیه که اینا تو شیرینیاشون مثل اینکه ما گلاب تو شیرینیامون زیاد استفاده می‌کنیم، اینا هم از این اسانس ها استفاده می‌کنم و من اصلا دوست ندارم. یعنی اینو بعد از 30 سال زندگی کردن در اینجا دارم میگم که واقعا این تنها چیزی که اگه بپرسن یه چیزی که اصلا دوست نری چیه، میگم این اسانس هست که دوست ندارم. شما تو شیرینیاتون هنوز گلاب و زعفرون و اینا استفاده میکنید؟ بله ما اصلا اینجا یه دونه یه شیرینی داریم که گلاب زعفرونی با پستو، شیرینی ایرانی نیست منتها یه آیتم یه بودینگیه، یه خامه است که مثلا خامه رو میپزیم و بهش تم میدیم و گلابی که توش هل دونه های هل دم کردیم اون گلاب رو میریزیم زعفرون و سروش هم با پسته تازه خرد شده سبز و اناره. بح چقدر هم خوشمزه است. روزی چند ساعت آشپزی میکنید شما؟ والا الان این آخری هم و برنامه کارمون هم یکم تغییر دادیم، چون تابستون که بودیم از ما دوشنبه سه‌شنبه تعطیل بود رستورانمون، چهارشنبه پنجشنبه جمعه هم که از ساعت 4 رستوران رو وا میکردیم که همش تو آشپزخونه بودم، شنبه یک شنبه هم که از ساعت 12 یک. منتها الان برنامه کاریمون فقط جمعه شنبه یک شنبه است به خاطر این داستان کرونا و اصولا آخر هفته هم تو آشپزخونه هم دیگه شنبه یک شنبه بقیه، من چون اونطوری خبر به خصوصی نیست، خیلی شلوغ نیست، بچه‌های تیممون تو آشپزخونه هستن و یکی از سوشف منم یه آشپز ایرانیه آقا سپهر گل و اون خودش دیگه هندل میکنه آشپزخونه. آره همه جای دنیا واقعا به خاطر کرونا همه کارها به مشکل خورده. متاسفانه. امیدوارم که هر چه زودتر از شر این خلاص بشیم. یه چیز مهمی که بخوام بهتون بگم، حالا نمیدونم شما در جریانش هستین یا نه، من یه پروژه‌ای دارم اسمش زیبا کولینری پروژکت، یه کانال یوتیوب، اینم بگم حالا برای کسایی که میبینن و آشپزی دوست دارن، کلا یه پروژه دلیه که خودم اینو چندین سال روش کار میکنم، حالا با کمک چند تا از اسپانسرام تونستم این پروژه رو اجرا کنم و درباره آشپزی کلا، زمینه آشپزی، بیس آشپزی
موادی که تو آشپزخونه استفاده میکنیم، لوازم جانبی آشپزخونه، ادویجات و اینا هستش که الان فکر کنم اپیزود قسمت 3 رو شیر کردیم، حالا تا یه هفته دیگه قسمت 4 هم میاد آنلاین میشه و زیرنویس فارسی داره. یعنی من اینو بیشتر برای هموطنهای خودم درست کردم، منتها چون کسی از اونجا کمکی نداشتم، از چون یه پروژه‌ایه که شاید 15,000 یورو مثلا خرج داشته باشه، دور فیلم برداری و ساند و فلان و تبلیغات و اینا، به خاطر این مجبور بودم یه اسپانسر داشته باشم و مجبور شدم که به زبان رومانی اینو درست کنم برای اسپانسرام. منتها زیرنویس فارسی داره و همچنین زیرنویس انگلیسی و زیرنویس رومانی هم ما حالا گذاشتیم برای کسایی که کرولال هستن و نمیتونن بشنون که بتونن اونم استفاده کنن و به طور رایگان فقط باید عضو بشین تو همین پیج ما تو کانال یوتیوبمون زیبا کولیناری. کولیناری کولیناری معمولی نیست، با دبل او نوشته میشه و خیلی چیز آموزشیه دیگه. بعد چند 7-8 مرحله اولش درباره این چیزایی که گفتم، بعدش دیگه ریسیپی‌هاشون میشه که تکنیک‌های مختلف آشپزی، سووید و کنفیت و حالا همه تکنیک‌های مختلف رو توی دستورهای تو این ریسیپی‌هایی که اونجا داریم عنوان می‌کنیم و فکر می‌کنم خیلی کمک بشه برای دوستان، چون واقعا متأسفانه آشپزی توی ایران یکم هنوز 10-20 سال از دنیا شاید عقب باشه از کشورهای پیشرفته و توی ایران هم متاسفانه خیلی شارلاتان، آشپزای شارلاتان داریم که فقط به فکر پول جیب خودشونن و نه به فکر پیشرفت آشپزی. ما حالا تا از خارج هم که شده هر جوری که میتونیم می‌خوایم کمکمون رو بکنیم، آشپزای دیگه هم هستن تو خارج که اونا هم تا میتونن به قول آموزشاشون رو میدن و من خوشحال میشم که بچه‌ها دنبال کنن و چیزایی که حالا من یاد گرفتم و شانسشو داشتم و اونا هم یاد بگیرن دیگه. کلاس‌های آشپزی نداری تو رومانیا؟ من معلم آشپزی هم هستم. من توضیح اولی که گفتین صحبت عوض شد، فرصت نشد. من معلم هورکا اسکول بخارست هستم، قسمت ادویجاتشون رو درس میدم، چون وقت اونطوری ندارم که بتونم برم کلاس‌های بیشتری. ازم خیلی درخواست میکنن که برم کلاس‌های بیشتری بهشون آموزش بدم، منتها من فقط قسمت آشپزی هم تئوری و هم پرکتیکش رو درس میدم و همچنین مشاور آشپزی هم هستم، مشاور صنایع غذایی کلا. یعنی تا حالا شاید مثلا 20 تا 30 تا رستوران با کردم برای کسای دیگه، از 0 تا 100ش رو تو قسمت آشپزخونه و قسمت تا حدودی قسمت منیجمنتشون رو کمک کردم و الانم که رستوران خودم رو دارم، درگیر این رستورانی هم. در کنار این حالا یه دونه پروژه جدیدم دارم که همین دوباره یه کسی که میخواد یه رستوران واکنه، داریم الان اون کار می‌کنیم و همچنین همین قسمت آموزش هم پروژه خودم هست که گفتم زیبا کلینری پروژکت، هم پروژه هورکا اسکول هست که تا قسمت میگم ادویجاتش رو من بر عهده دارم. بسیار عالی، بسیار خوب. آقای مغازه‌ای اگه حرفی دارید در آخر بفرمایید. حرفی به خصوصی که ندارم، فقط پیشنهاد میکنم به کسایی که آشپزی دوستن و حالا چی میخوان تو خونه این کار رو انجام بدن یا میخوان به صورت حرفه‌ای انجام بدن، خیلی مهمه. الان خب ما در عصر تکنولوژی هستیم و همه چی توی آنلاین هستش، حالا تو گوگل یا تو به هر صورت تو آنلاین هست. فقط سعی کنن که جایی که دنبال اطلاعات میگردن یا از کسایی که اطلاعات میگیرن کسایی باشن که اطلاعات درست بهشون بدن، چون کسایی که توی اول کارن اگه کارشون رو به قول معروف یه جوری انجام بدن که از اول از کسی اشتباه یاد بگیرن یا از جای اشتباه یاد بگیرن، برای خودشون مشکل میشه. به خاطر همین همیشه یعنی میگم چی میگم فارسی شو، منبع درست آموزش رو پیدا کنن، حالا هر جا که میخواد باشه، یا از کسی هم یاد میگیرن. چون توی آشپزی البته خب ناگفته نماند که خب آشپزی تکنیک‌های مختلفی داره، شاید مثلا از من یه تکنیک یاد بگیرن، از کسی دیگه یه تکنیک دیگه یاد بگیرن، از کسی دیگه یه تکنیک دیگه یاد بگیرن برای پخت یه مدل غذا. این دلیل نمیشه که اگه از یکی یه چیزی رو یاد گرفتن کسی دیگه هم اشتباه میگه، اما وقتی که اطلاعاتشو ندارن که بفهمن کی درست میگه کی راست میگه نمیتونن. به خاطر همین من به دختر خودم میگم تو باید هر کاری که میخوای بکنی اطلاعات درست جمع کنی که بتونی تصمیم درست بگیری. به خاطر این هر چقدر بیشتر اطلاعات درست داشته باشیم زندگی کلا برامون راحت تر میشه و حالا ما که داریم درباره بحث آشپزی صحبت میکنیم همینطور اگه اطلاعات درست داشته باشیم، منبع درست، پیشرفتمون میتونه با سرعت بیشتری باشه و اینکه همه کارشون رو از روی عشق و از روی به قول معروف با
نمیدونم کلمه فارسی شرا نمیاد تو، یعنی با اون کاری که دارن انجام میدن خوب دوست داشته باشن انجام بدن، چون کسی که با علاقه زیاد دقیقاً کلمه علاقه با علاقه زیاد انجام بدن و 100% پیروز خواهند بود. حتما. تشکر، ممنون که علاوه بر مشغله کاری که داری تشریف آوردید به برنامه ما، از اطلاعات مفیدتون استفاده کردیم و دوستان حتما کانال یوتیوب شما رو نگاه خواهند کرد، چون علاقمندان به آشپزی خیلی زیاد هستن که دوست دارن این دوره ها رو بگذرونن و به گفته شما این درست‌ترین کاره که آدم بتونه منبع رو درست انتخاب کنه. بله. آشپزی باید از پایه درست بره بالا و خوشبختانه شما اومدید و این اطلاعات رو دادید، دوستان استفاده میکنن حتما. خواهش میکنم، خوشحالم که اگه بتونم کمکی کرده باشم. شما هم ممنون ازتون برای دعوتتون، پایدار باشین و تندرست. مرسی، ممنون. دوستان عزیز، این بود برنامه ما با آقای مغازه‌ای. تا دیداری بعد، خدایا رو نگهدارتون.